نوشته های من به کانال من خوش اومدین. سارا امروز اومده با یک ویدیو و یک ماسک صورت مناسب پوست هایی که مسئله دارند، جای لک و جوش صورت رو صورتشون هست و نیاز دارن که یک صورت صاف و یک دست رو به وجود بیارن. این ماسک بهشون کمک میکنه. اگه دوست دارید در ادامه برنامه با من باشید. دوستان گلم، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه، آماده باشین که ویدیوی امروز رو ببینین و اینکه ماسکی که امروز میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم، ماسک هست از مارک لورا مرسیا. قبل از اینکه بخوام ویدیو رو شروع بکنم، از دوستان خواهش میکنم که اگر اولین بار هستین ویدیو رو میبینین، خوشحال میشم برام سابسکرایب کنین دوستان. اگر از دوستان قدیمی هستین لایک یادتون نره، لطفاً نقطه نظراتتون رو بگین، سوالاتتون رو مطرح کنین و من به همه اونها جواب میدم. و اگر در حوصله یک مسیج نباشه، مطمئن باشین که در موردش یک ویدیو درست میکنم. و اینکه همونطور که میدونین روزهای خیلی سختی هست، حوصله‌مون سر رفته، تو خونه هیچ برنامه‌ای نداریم، ولی من به شخصه برام خیلی کمک کننده بود بخاطر اینکه هر کاری که عقب مونده بود رو انجام دادم. خیلی ورزش رو با جدیت بیشتری دارم انجام میدم تا جایی که ممکنه میخوام سایز کم کنم و بهتون پیشنهاد میدم که سعی کنین که صبحا طولانی مدت نخوابید. خودم این مشکل رو داشتم و تا ساعت 12-1 بعضی موقع میخوابیدم و شب خوابم نمیبرد و مجبور بودم تا ساعت 3-4 صبح بیدار بمونم و سعی کردم بدنم رو به یک بالانس برسونم. به این ترتیب از ساعت 9 شب میرفتم تو رخت خواب و به زور خودم رو تا 11 میخوابوندم و این کمک کرد که بتونم صبح بیدار شم، ورزش کنم، اون مقدار آبی که باید به شکل ناشتا مصرف کنم رو انجام بنوشم حتما، بعد از چای هایی با عصاره که از لیمو درست میشه و جینجر مصرف کنم. به شما هم همه پیشنهاد میکنم این کارا رو بکنید. سعی کنید یک تغذیه کاملا سالم داشته باشین. سعی کنید از سرخ کردنی ها دوری کنید. این رو برای کسانی دارم میگم، به خصوص تاکید میکنم که دوست دارن پوستی زیبا و سالم داشته باشن. تمام اینها باعث میشه که شما پوستی خوب داشته باشید. ولی اینجا من یک پرانتز باز میکنم و این رو میگم که عزیزان، روند پیری در بدن هر انسانی پیش میره و ما نمیتونیم جلوی اون رو بگیریم، فقط میتونیم تا یه جاهایی مهارش کنیم و کنترلش کنیم. پس هیچی لزومی نداره به خاطر چوری که تو صورتتون ایجاد شده یا مشکلی که برای پوستتون ایجاد شده، چون یکی از دوستان ویژو وقتی نگاه میکنم گریم میگیره. اصلا نیازی نیست. بعضی مواقع صورت وقتی که مچور میشه و جا میفته، اون هم زیباست و زیبایی خاص خودشون رو داره. به خاطر همین خواستم بگم که این زیبایی ها رو هم دوست داشته باشید، چون هیچ کس در 20 سالگی خودش باقی نمیمونه. حتی کسانی که مغرور به سن جوانیشون هستن، اونها هم با یک چشم بر هم زدنی میرسن به 40, 50 و 60 و زندگی تمام میشه. تا جایی که ممکن از زندگیتون لذت ببرید، مراقبت های پوستیتون رو انجام بدین و اینکه بهش اهمیت بدین، ولی نذارین که نگاه کردن به آینه شما رو آزار بده. برای همین یک ماسک بهتون معرفی میکنم، از مارک لورا مرسیر هستش. عصاره روز هست، یعنی همون گلاب خودمون وارد این محصول شده. خب میدونین که گلاب چقدر برای پوست مفیده. نکته بعدی این که این به شکل ماسک هست و از خاک روز. صحبت از خاک رس میکنیم، فوکوسمون میره به سمت پوستهای چرب. دوستانی که پوستهای خشک دارن سعی کنن از این محصول استفاده نکنن، این زیاد کمک کننده نیست. توی ویدیوی بعدی از همین مارک محصول پوستهای
چرب خوش رو هم براتون توضیح میدم. پس این ویدیو مخصوص پوستهای جوشدار، پوستهایی که جای لک داره، پوستشون یه حالته وقتی که پوستشون رو لمس میکنم با نوک انگشتان این برآمدگی های رو پوستشون رو حس میکنم. این محصول با همطور که بهتون گفتم خاک رز و اصاری گل رز کمک میکنه شما یک پوست بی عیب و نقص داشته باشید. برای یک بار مصرف وقتی که این ماسک رو به شکل حالت سفید رنگ داره رو پیشونی، زیر چشم، در این منطقه روی بینی میذاریم، چونه من میتونی حتی برای گردن هم استفاده کنیم، یک رو صبر میکنیم، این حالت خاکی گلی داره خوش میشه و بعد میتونید این رو خیلی آهسته با آب ولرم رو صورتتون بشونید، ولی ترجیحاً آب اگه سرد باشه خیلی بهتره. و وقتی که صورتتون رو خوش میکنید و صورتتون رو لمس میکنید اون وقت میفهمید که من چی میگم. فوق‌العاده است. من خیلی این محصول رو دوست دارم. یه خود قیمتش بالاست ولی به نظر من محصول خوبی هست، چون تمام اون خصوصیاتی که میخوایم داشته باشه، اون تغذیه که برای پوست میخوایم انجام میده، چربی های اضافی پوست رو میگیره. اگر لایه برداری روی پوستتون انجام میده انقدر نیست که بخواد پوست در معرض نور آفتاب آسیب ببینه. به هر حال همه چی تنظیم شده در داخل این ماسک قرار گرفته. و بعد از اینکه صورتتون رو شستین میتونین از کرم مرطوب کنندتون اگر در طول روز هست تا جایی که ممکنه با SPF باشه استفاده کنین، و اگر شب هست کرم شبتون رو بزنین و استراحت کنین. این هم از این چند نکته دوست داشتم بهتون بگم که در جریان باشین و اول خودتون رو دوست داشته باشین. وقتی خودتون رو دوست داشته باشین اون وقت میتونید به همه محبت کنید و همه رو دوست داشته باشید، و این یک اصل هست و من تا جایی که ممکنه دارم این رو رعایت میکنم و دوست دارم که به همه کمک کنم. این هم از ویدیوی امروز عزیزم. لطفاً مسیجاتون رو زیر همین ویدیو بذارید، لینک این رو زیر ویدیو براتون میذارم. و اینکه ویدیوی امروز تموم شد، تا ویدئوی بعدی و برنامه بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا پشت و پناه همه شما عزیزان باشه. خدا نگهدار.